خوش اومدین آقا جانگیر. جهانگیر، من میفهممت، کارات زیاده، به من نمیرسی، ولی قبلا اینجوری نبودیم. مگه چطور بودیم؟ قبل از اینکه تو بری خارج بهتر بودیم. مثلا چطور؟ سرت شلوغ بود، اما برای من وقت میذاشتی، میخندیدیم، خوش بودیم. بعدش چی؟ یه حقی بهت زد، وقتی از خارج برگشتی دیگه مثل قبل نشدی. یعنی ایرم، میگی خارج رفتی، اما میدونی که کسی تو زندگیم نبوده. اگه منظورتونه؟ نه، اون نیست، ولی انگار فکرت یه جای دیگه است. من اینجوری فکر نمی کنم، نمیتونم. خب آره، مشکل خواب دارم، اما حتی نمیدونم کی شروع شده. بعد از خارج رفتن شروع شد، باور کن قبلا نبود. نمیدونم، به نظرم مال قبل تره. ایرم، میدونم تو رو ناراحت میکنم، متوجهم که در حقت ظلم میشه، دلم نمیخواد، ولی میبینم که ناراحتی. خودمو مشغول کار کردم، نمیخواستم اینجوری بشه. روزمو شروع میکنم، یهو میبینم که شب شده. بعد از اینکه برگشتی اینجوری شده. دیگه اتفاقیه که افتاده، دیگه کارش نمیشه کرد. باید یه کاری کرد، باید یه چاره‌ای پیدا کرد، نباید اینجوری باشه. باید یه راهی پیدا کنی جهانگیر، باید پیدا کنی. من اون جهانگیر سابقو میخوام. منم همونو میخوام. میخوام کسی رو ناراحت نکنه. جهانگیر عزیزش رو ناراحت نکنه. اما ناراحت میکنی. الان با من خوب حرف زدی، اما باز شب که میشه یادت میره. اگه تکرار کنی چی؟ نکن جهانگیر، خواهش میکنم نکن. گلای خانم، نامزد آقا جهانگیر رفتن خانم. بله مامان، چیزی شده؟ درست گفتم، من درست حد زده بودم، مگه نه؟ درست گفتم. تو خودتو ناراحت نکن پسرم، باشه؟ اون فکر کرده تربیتشی راحته، نمیتونه ازت جداشه. میشه بعدن حرف بزنیم؟ باشه بعدن حرف میزنیم، اما ناراحت نشی، باشه؟ به هر حال تو آمادگیشو داشتی پسرم. فعلا میبینمت.
سلام علیکم. علیک السلام. بیا. زود اومدی بابا. شانس آوردم اما دکتر. امانتیت اینجاست. طبق قرار ما زود برگشتی. این زیاده. نه نیست. مرحوم پدرت میگفت باید بدونی چقدر برات کافیه. روزی منم به اندازه ظرف غذام قبوله. زیاد بخورم رو دل میکنه. اذیت میشی کان. این پول واسه من زیاده. تو بگو ماشینمو کی چجوری برده؟ دو سه روز بعد از حبس شدن تو یه نفر اومد ماشینو ببره. سویچا دستش بود. افتادم دنبال طرف تا تو خونش تعقیبش کردم. اسم طرف کارانفیله. ماشینو دیگه ندیدم اما کارانفیل بونگا داره. از اون زرنگاییه که برای خارجی ها خونه اجاره میکنه. بیرون یه دختری که خدا به صاحبش ببخشتش. منو نبینه نگران میشه. میگی رفته کوفته بخوره. چی کارته اون خانم بانمک؟ زمان تو از اینا نبوده. زن پلیسه. نه نبوده. چیز خوبیه. وقتشه بفهمم کی منو تو تله انداخته. جبران میکنم. حساب هر روزی که از عمرم دزدیدنو میپرسم. دیگه بیرونم. با صبر تا تش میرم انتقام میگیرم. تو هم شاهدمی عمو دکتر. شاهد نه، هم سفرت میشم بابا. الان دیگه برای فصل جدید ترانسفرا شروع شد. آهنگم نداره. اگه اینجا در پشتی داشته باشه و تو از اونجا در رفته باشی؟ معلومه که داره. در رفته. حتما سوار تاکسی چیزی شده. به داداشم خوش اومدی. گشنت نیست؟ ساندویچ میخوری؟ رفتی پیش زن داداش؟ تو چی کار کردی آدم؟ چی کار کردم قربونت برم؟ مثل همیشه دیگه. وایسا کنار، کلید پیش منه. عزیزم من رفتم پولو از قطریه بگیرم. ببین یارو گیر داده بود که فقط برات حواله میکنم. رفتم بهش بی خیال بابا. بانک مانک نداریم، فقط نقد. میگم انا آدم، میگه کیفه. تو که زبون بلد نبودی چجوری با یارو حرف زدی؟ داداش پول زبون آدمو باز میکنه. چقدره؟ والا 11 میلیون اروپاییه. خوبه. خرمگس معرکه. جهانگیر چطوری فرزندم؟ کار میکنم آقا اسکندر. خیلی کار میکنی فرزندم. یکم هم باید به نامزدت برسی.
همش نشد کار، کارو بار میگذاره. شنیدی جهانگیر؟ شنیدم. آها، قطریه تو 9 میلیون به هم بده کار بود، اونو میاری؟ دختره رو میبری؟ کاش دختره رو قاطی نمی کردی آقا اسکندر. باید قبل از اینکه دختر منو به دزدی فکرشو می کردی جهانگیر. درسته، معلوم. الان واسط لوکیشن میفرستم، 2 ساعت بعد با پول میای جایی که بهت گفتم. فقط نگو که زنداداشو دزدیدن. آدم کیفو حاضر کن. حالا چقدر میخوان؟ 9. آره خب، نمیدونن که قطریه به ما 11 میلیون داده. نه داداش ببین، واسه 2 میلیون نمیگم، سوء تفاهم نشه ای وقت. چه خبره؟ این آدرس؟ خب این آدرس جایی که با هم رفتیمه، جایی که ایران کارو بلود کشته شد. نوکرتم، این که خب میتونه اتفاقی باشه، بعدش هم ببین اونجا هم خالیه هم متروکه، از کجا بهتر از اونجا؟ سلام علیکم. علیکه سلام. من این اطراف دنبال خونه. بله نگاه میکنی، چه قیمتایی میخواین؟ بفرمایید یه چایی بخوریم. باشه میخورم، بعدم میخورم، اول خونه رو ببینیم. من یکم مشکل وقت دارم. ببخشید شاگردم یه کاری براش پیش اومده رفته، منم گیر کرده. اینجا یه خونه داریم، یکم قبل به مشتری نشون داده، طبقه دوم، خیلی نقلی، تازه هم رنگ کردن. راستی اسم شما چیه؟ کان. شما رو هم که کارانفیل میگن. آره میگن. میخک به خوشپوشیم میومد، لباس خیلی برام مهمه، منم خوشم اومد. دیگه بدون میخک نرفتم بیرون. حالا که مشکل وقت داریم بریم خونه رو ببینیم. بفرمایید. بفرمایید. بیا داداش بیا، صابخونه تازه تعمیرات کردی، نگاه همه جا برق میزنی. ببین داداش، صبح یه آفتابی میزنه نمیتونی گرمت نشه، مثل تنوره. خوبه خوبه. کارانفیل. بفرما داداش. تو منو نشناختی؟ از چه لحاظ داداش؟ سال خیلی واضح بود. والا سربازی که نه، شاید قبلش آشنا شدیم. ها آشنا نشدیم، ولی تو منو میشناسی. ای بابا، والا نمیدونم داداش. اسمم کانکارا بلوته، اومدم امانتیمو بگیرم. چه امانتی چیه؟ زانو بزن مرده. آقای محترم. آقای محترم؟ کسی که حتی قیافشم ندیدی میفروشی؟ اون وقت از طرف مرحمتم میخوای؟ ماشینم کجاست؟ چه ماشینی داداش؟ کجاست ماشینم مرتی که؟ داداش داداش به من گفتن برو ماشینو بردار تو کوچه پایینی پارکش کن. همین داداش، یکی به هم خوبی کرد، منم بدهکارش بودم، اون ازم خواست، مجبور شدم. چرا خودش این کارو نکرد؟ داداش چون اون دیده میشد، اون نباید دیده میشد. آخه مرتی که دروغ نگو، سرتو میبرم. کسی که تو رو ببینه ماشینم میبینه.
داداش اونجوری نیست. ببین 3 ساعت با ماشین گشتم، مشکوک میشدم 5 ساعت دیگه هم میگشتم. بعدش ماشینو گذاشتم تو پارکینگ سربسته، 1 هفته منتظر موندم، بعدش بردم جایی که قرار بود ببرمش. همین. کیه این یارو؟ داداش قیافشو ندیدم، کلنم ندیدمش. یعنی یکی دو بار با گوشی حرف زدیم، بعدش برام دیویدی فرستاد مثل نامه. چه دیویدی؟ که اگه بهش خوبی کنی اونم بهت خوبی میکنه. پس بگو کلن کار این یاروه ها؟ قرانفی داداش گفته بود که تو میای، گفته بود که تو سرنخی، گفته بود برای رسیدن به من از تو شروع میکنه. پس این یارو همه چیو میدونه. داداش اینا گروه هن. گروه هن؟ طرف گروه شو؟ اسم این گروه چیه؟ حلقه داداش. حلقه. بلند شو مردک، ماشینم کجاست؟ حلقه ای که خوبی میکنه پول قاپیدنم بلده. آخ دخترم آخ. کجا بودی تو؟ دنبال ماشینم بودم. دنبال این بودی؟ والا قبلن اینجوری نبود. اگه ملودرامه تموم شده بریم سر کار. را بیفت، زود باش. راحت شدی؟ آقا جهانگیر تو دفتره. مرسی. بفرما جونم، با کی کار داری؟ با آقا جهانگیر قرار دارم. چه قراری با آقا جهانگیر داری؟ منتظر منم. صبح قایل هم به مادرم گفتم. همش شر رو بر. والا ما امروز خیلی کار داریم، تو الان میری بعدم میای، بدو نبینمت. ببین برادر، تو از اونایی هستی که باید ازشون پرسید اهل کجایی. من باید جهانگیر رو ببینم. معلومه اینو نفهمیدی، بهت هم نمیاد که بتونی بفهمی. چی میگی تو؟ آدم ولش کن. چی شده مگه؟ آدمت میکنم. کت شد چی میگی؟ میشه میگه هم میکنم. آدم چه خبره؟ هیچی نشده اوستا، این یارو میخواد به زور بیاد تو رو ببینه. جهانگیر تویی؟ تو کی هستی؟ کان کارا بلود. شوهر زن دوست بابات بوده. دارن کارا بلود. همیرا برای پسرش دنبال کاره.
گفتم جهانگیر کمک کنه. اون رسیدگی میکنه. اینم تصادفی آدم؟ نمیفهمم چی تصادفیه؟ ببینم به کجا میرسه. برین سر کارتون. تو دنبال کار بودی نه؟ دقیقا. از اسلحه سر در میاری؟ آره. باشه پاتتو در بیار بده به من. سلطان چی کار میکنی؟ بپوش اینو. اینم بگیر. فدات جم چی کار میکنی؟ اکشنش میکنیم آدم. این دوستمون با من میاد. اون ماشینو میرونه. منم کنارش میشینم. قربونت برم 5 دقیقه هم نیست یارو رو میشناسی. حالا هستی یا نه؟ تو چی هستم؟ نام زدم و دزدیدم. باج میخوان ما میریم بگیریمش. کی دزدیده؟ ای بابا ببین بچه جون سگه هسندل هست میشناسی شما؟ آقا اسکندر دشمنمون. به والله که قربونت برم داری اشتباه میزنی. آدم اول شما برین یه جایی مناسب بایسی. باشه؟ کجا داداش؟ من تو رو با کسی که نمیشناسم تنها نمیذارم بابا. هستم. آخه بچه سال کی با تو حرف زد؟ تو اینجا نمیای. رئیس چه کار کردین؟ جلوی انبارم. کان رفته تو، منم منتظرم. الان یدی خارج شدم. کانم خارج شد، جهانگیر پیششه، تعقیبشون میکنم. نه وایسا امروز تعقیبشون نکن. شاید دارن امتحانش میکنن، ممکنه تو رو ببینن. بذار خودش کارشو حل کنه. راهمون طولانیه، فهمیدی؟ کانو میگم. باشه رئیس، تعقیبشون نمی کنم، منتظر میمونم. صندوقچی هر کاری کرد باید بفهمی. صندوقچی کارو راحت میکنه یا اینقدر پیچیده میکنه که نتونه بیاد بیرون. با دقت ببین، مشکوکیم اما تهمت نمیزنیم. کار ما شک کردنه.
تو اینجا رو میشناختی؟ یعنی چی میشناختم؟ قبلا اینجا اومدی؟ نه اصلا. از رو به رو یه عده با اسلحه میان. تو از کجا میدونی؟ تو ترتیب این ماشین میدی؟ چی شده؟ میری یا میکشی؟ از رو به رو دارم میان. ترتیب این ماشین میدی یا نه؟ دختره اونه؟ باتان ترتیبه ماشین میدی یا نه؟ باشه بابا داد نزن حلش میکنن. با هم پیاده میشیم. نمی پسر جهانگیر چی شده جهانگیر؟ داداش بیدار شو داداش. زنده است جهانگیر. بیهوشه. پاشو. بیهوش شده. بازم آدم کشت داداش. داداش پاشو. داداش چی شده؟ داداش پاشو. داداش ما تو رو لای پر قو بزرگ کردیم. داداش کجا؟ داداش داداش جان من پاشو. داداش داداش چی شده؟ بازم آدم کشتی جهانگیر. منم تو کشتی. تو دیگه کی هستی؟ منم قربونت برم آدمم نشناختی؟
زن داداش امیدت به خدا باشه، نگران نباش، داداشم هیچ چیش نمیشه. چه واسه بیمارستان رفتن نداریم که، دارم میرم بیمارستان. یعنی چی؟ آخه ابله معلومه میریم بیمارستان، نه پس میریم رستوران. زن داداش شما ببخشش، تازه کار داره جو میده. ببینم من دارم جو میدم؟ از خدا نترسم. از خستگی قش کرده نه؟ خب زن داداش گفتم بهت که نگران نباش، من قوی تر از داداشم ندیدم تا حالا. تو هم گاز بده دیگه بچم. نه ترسوری خواب میبینی جهانگی، داری خواب میبینی جهانگی. منو تو کشتی، منو یادت نمیاد جهانگی؟ منو یادت نمیاد، منم تو کشتی. آقای دکتر، اتفاقی براش افتاده، تو رو خدا میشه بگی؟ من به این خانم توضیح دادم. من مادرشم. بیخوابی، خستگی زیاد، چیز خیلی مهمی نیست، نیاز به خواب داره. بیدارش کردیم، حرف زدیم، نگران نباشی. خوابیده خانم، داره خوابای خوب میبینه، الان سرحال و میزون بیدار میشه. بلا دور باشه. متشکرم. بذارید بخوابه، چون بیداریش مثل کابوس میمونه. درسته، الکی جونشو به خطر انداخت. که کابوسه. جهانگیرم، خوب و آروم بخوابی عزیزم. Thank you.
نمردی، نگران نباش. تو دیگه کی هستی؟ از من چی میخوای؟ تو بگو چی از من میخوای جهانگیر؟ من چی میخوام؟ مگه من از تو چی خواستم؟ تو رویای جهانگیر منو بکشی بیدار میشی. زود باش منو بکش. جهانگیر پسرم بیدار شدی؟ دکتر نیستش. گلای خانوم، گلای خانوم، پرستار، دکتر، جهانگیر بیدار شده. گلای خانوم، جهانگیر بیدار شده. جهانگیر پسرم بیدار شدی؟ جهانگیر خوبه، چیزش نیست. چش خورده، خدا برامون حفظش کنه. چطوری عزیزم؟ خوبم، شلوغش نکنین. دهنم خوش شده، یکم به ما بده. بیا عزیزم. از که اینجا؟ تقریبا یه روزی هست. کان خوبه. کان کیه؟ صداش میکنیم بیاد. پسری که باهات بود خوبه.